بر شما اشکان روشن هستم و شما شنونده اولین قسمت از پادکست آیونیا هستید با اینکه فصل زمستان رو سپری می کنیم امیدوارم هر جا که هستید دلگرم به زندگی باشید و همیشه یه همیشه ذهنتون پر از سوال باشه در اولین قسمت از این پادکست تلاش من این هست که اهداف خودم رو از این سری از قسمت های پادکست مشخص بکنم ابتدا این که ممکن هست زمانی که من دارم صحبت میکنم دوچار اشتباه بشم به این دلیل که پیشنویس یا متنی روبروی من نیست از قبل با اینکه تلاش میکنم اگر خطایی بود با ویرایش کردن فایل بتونم درستش بکنم و بعد وارد پادکستش بکنم اما مشخصا زمانهایی وجود داره که من نمیتونم بهترین کلمه رو پیدا بکنم ساختار اشتباهی رو شاید ازش استفاده میکنم و از این قبیل مسائل که امیدوارم خیلی پیش نیاد اما از اونجایی که ممکنه اتفاق بیفته اول از همه باید این رو بگم که پادکست فل بداهه هست فقط موضوع اصلی اون قسمت در ذهن من هست بعد از این من میخوام به سه تا بخش اشاره بکنم که در جریان سری های پادکست روش تمرکز میکنم بخش اول شکستن انحصار هست آزاد اندیشا و ناباوران به خصوص تصویری که ازشون داره ارائه میشه کاملا تصویر انحصاری هست تصویری که کاملا سفارشی سازی شده از پشت عینک دینی و یا خرافی یا حتی گاهی اوقات سیاسی و این تصویر به مردم ارائه شده به عنوان تصویر آزاداندیشی یا ناباوری پس اولین تمرکز من شکستن این انحصار هست ارائه اطلاعاتی از جمعیت شناسی ناباوران اعتقادات مختلف اونها روند اندیشه اونها در تاریخی که به چه چیزی اعتقاد دارن یا نه و از همین جهت هم هم پوشانی داره با بعضی از مسائل دیگه مثل مسائل علمی که باعث تحصیل گذاری شد روی سکولار شدن برخی جوامع یا در واقع افزایش رشد ناباوری و برخی مناطق و کشورها برای مثال فرگشت رو اگه بخوایم مثال بزنیم فیزیک نوین به خاطر همین گاهی اوقات در جریان نقد برخی از اندیشه ها یا معرفی برخی از اندیشه ها که راجع به معرفی بعدا صحبت میکنم بازم هم پوشانی هست و مجبوریم وارد بعضی از اونها بشیم تلاش میکنم که اگر خواستم این کار رو انجام بدم در سری های قبل مقدمه ای رو به زبان ساده بیان بکنم تا سرعت پادکست جوری نباشه که مخاطب عام رو از دست بدم با این حال همیشه هنگامی که دارم چیزی رو معرفی میکنم تلاش من این هست که ساده به قضیه نگاه بکنم مثال های ساده ای بدم و از همونها استفاده بکنم برای بحث های بعدی که داخل این پادکست دارم با تموم شدن این بخش بخش دوم رو باید بهش اشاره بکنم که بخش معرفی هست همونطور که اشاره بهش کردم توی این بخش کار من معرفی سری مفاهیم ایده ها نظریه ها و شاید کتاب هایی باشه که خوندن اونها و دونستن اونها نه تنها خالی از لطف نیست بلکه میتونه راهنمای ما باشه برای ادامه بحثمون داخل نقد داخل برای تاثیر مثبتی میشه از اینها گرفت برای دیدگاه ما و به مسائل مختلف و همینطور جهان بینی ما چه بسا که اینها میتونه سوخت باشه برای اندیشه بیشتر و به چالش بکشه اندیشه های قبلی ما رو تلاش میکنم اکثر اوقات موقعی که دارم مفهوم جدیدی رو معرفی میکنم استفاده بکنم از متخصصانی که توی اون زمینه کتاب نوشتن و البته هنگامی که میخوام این کار رو انجام بدم دست به دامان مقالات کتاب ها سخنرانی های اونها میشن و منابع اونها رو مشخصا بیان میکنم اکثر اوقات این معرفی ها به صورت مفصل تر یا حداقل میشه گفت دقیق تر با منابع داخل وبگاه نگاه اندیشه هستن پس به جای اینکه مدام اشاره بکنم به منابعی که دارم ازشون استفاده میکنم تقریبا اواخر هر پادکست یا در توضیحات اون قسمت از پادکست لینکی رو به اون پست داخل وبگاه قرار میدم که کسانی که علاقه دارند و میپسندن بیشتر راجع به اون موضوع بخونن بتونن از منابعی که برای اون متن اومده ادامه بدن مطالعاتشون رو خب از اون جایی که همه کتاب ها ترجمه نشده و مقالاتی که من بهش تکیه میکنم ترجمه نشده بخش دیگه کار من ترجمه هایی هست که ارائه میدم این ترجمه ها میتونه از یک کتاب کامل باشه میتونه از برخی از قسمتی از یک کتاب باشه برخی از جملات شخصی باشه هنگام سخنرانیش یا موقعی که این شخصی کنفرانسی یا داخل برنامه تلویزیونی یه اظهاراتی داشته ممکنه به صورت فیلم باشه و سابتایتل باشه ممکنه به صورت متنی باشه که بیشتر اوقات به صورت متنیه و در این بخش ترجمه بیشتر تلاش من این هست که یا نگاه بکنم به ترجمه های مختلف که ترجمه شده یک چیزی از زبان های مختلف به فارسی که البته همگام و همراه با موضوعاتی باشه که راجبش داریم صحبت میکنیم و یا اینکه در کل معرفی مفهومی باشه کتابی باشه یا ای باشه که ارزش شناخته شدنش رو واقعا نمیشه کم دید و باید با اینها آشنا بود و تلاش من پر کردن این خلع هست چون مشخصا چارچوب فکری و چارچوب انتشارات و مجوزهایی که میتونن نویسنده براش بگیرن تا حدی سفارش سازی،, سازی، شده که فرصت نفس کشیدن به ایده های متفاوت رو نمیده و خیلی راحت و با کمال افتخار متاسفانه میدان رو از اونها میگیره فقط یک چیز دیگه ای که باید بهش اشاره بکنم قبل از اینکه توضیحات هم راجع به اولین قسمت از پادکست به پایان برسه این هست که از اون جایی که تلاش میکنم موضوعات رو برای عام جوری نگه دارم که در دسترس باشه و قابل فهم باشه گاهی اوقات چاره ای نیست مگر اینکه بیشتر جلو رفتی بعضی از مسائل تلاش من این هست که بتونم مهمان های مختلفی رو باهاشون صحبت بکنم اگر امکانش باشه راجع به مسائل مختلف و نه فقط کسایی که هم عقیده من هستن و به صورت ترجمه اگر اون مهمان خارج از ایران باشه خود پادکست رو به زبان اصلی قرار بدم و ترجمه اون پادکست رو هم داخل وبلاگ به صورت فارسی قرار بدم موضوع بحث ما توی چنین مسائلی میتونه هر چیزی باشه فلسفه دین تاریخ و چیزهایی از این قبیل و به خاطر این هست که میخوام به این نکته اشاره بکنم و از ابتدا این توی ذهن من بود که صرف این که من ایدهی رو معرفی میکنم متنی رو ترجمه میکنم یا با کسی صحبت میکنم دلیل به این نیست که من با افکار اون شخص با ایده های اون شخص یا با اون چیزی که ترجمه شده کاملا موافقم و این دیدگاه خودم باشه اینطور نیست مگر اینکه در برخی از پست ها نظر خودم رو بیان بکنم یا به صورت شفاف بیان بکنم که این نظر منه یا من اینطور فکر میکنم از اون جایی که پروژه فکری انسان همیشه تموم ناشدنی هست و پایان ناپذیره جای تعجب نیست که ممکنه من گاهی اوقات ذهنم رو راجع به برخی از مسائل عوض بکنم که در این صورت تلاش میکنم به صورت جداگانه یا حداقل به صورتی که متمایز بکنه از قبل از نظرات قبلی نظر جدیدم رو جوری ابراز بکنم که مشخص بشه این تفاوت چیز دیگه ای نیاز نیست بگم فقط اینکه تلاش میکنم قسمت های مختلف پادکست رو آپلود بکنم توی سرویس های دیگه که به عنوان میرر در دسترس مخاطبان باشه که به هر شکل اگر اتفاقی برای وبگاه افتاد یا برای پادکست وبگاه پادکست افتاد یا خود وبگاه اصلی نگاه اندیشه افتاد مخاطب هنوز بتونه به اینها دسترسی داشته باشه چون هدف اصلی من وارد کردن مخاطب عام هست و در واقع ارائه منبع یا فضای خیلی کوچیکی هست که نوع دیگه ای از تفکر فقط بتونه معرفی بشه مشخصا گاهی اوقات نیاز به دفاع از این ایده ها هست نیاز به بحث بیشتر راجع به اینها هست چه بسا که گاهی اوقات باید به چالش کشیده بشه ایده هایی که من راجبی صحبت میکنم و حتی برای چالش کشیدن اونها هم نیاز به شناخت درست هست شخصی که میخواد اندیشه های من رو یا انت نوع تفکرات تفکراتی که من از اونها صحبت میکنم رو بخواد نقد بکنه نیاز به شناخت این اندیشه داره و من فکر نمیکنم منابع خوبی هست توی ایران برای شناخت این اندیشه و این میتونه یه قدم خیلی کوچیکی باشه که امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره سخن و کوتاه میکنم امیدوارم هر جا که هستید همیشه یا همیشه امیدوار به زندگی باشید و قفصهاتون پر از کتاب باشه مرسی که گوش کردید بدرود